سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این جلسه از آموزش دوره هوش مصنوعی میخوایم با هم نورپردازی یه تصویر رو عوض بکنیم که بسیار میتونه کاربردی باشه. اگه از نورپردازی عکساتون ناراضی هستید یا میخواین نورپردازیشو عوض بکنید، جهت ساخته یه کاور یوتیوب، نمیدونم کاور اینستاگرام و خیلی به خصوص واسه سوشال مدیا و رینگ لایتینگ و نمیدونم اینا میتونه کاربرد داشته باشه، با من همراه باشید. برای اینکه این کار رو بتونیم انجام بدیم، یعنی تغییر نورپردازی روی عکسمون رو بتونیم انجام بدیم، نیاز به اکستنشن آیسی لایت داریم که واسه کانفی یو آی موجوده و اخیراً هم آپدیت شده، ولی خب من واسه اتوماتیک 1111 نتونستم پیداش بکنم. اگر پیدا کنم حتما آموزش روی اون وب یو آی رو هم واسهتون ضبطش میکنم. ببینید، واسه اینکه این کار رو انجام بدید نیازمند اینی که این اکستنشن رو نصب بکنید. همونطور که میدونید خب توی کانفی یو آی با میسینگ نوتا خیلی راحت میتونیم نصبش بکنیم، نیاز به اینکه حالا توی پروسه نصب قرار بگیریم خیلی نیستش. بیایم اینجا ببینیم چه اتفاقی رو رقم میزنه. همونطور که می‌بینید یه عکسی رو وارد میکنه، نورش رو تعیین میکنه، از اینجا اورنج رو انتخاب میکنه و همونطور که می‌بینید میشه نورپردازی عکس رو تعیین کرد. اما مدل‌های مختلف و حالا حالات مختلف داره که شما میتونید استفاده بکنید. حتی توی انیمیشن هم کاربرد داره و به این شکل میتونید یک انیمیشن اینجا به حالت پولار ایجاد بکنید که اینا توی کارهای انیمیشنتون پرکاربرد میتونه باشه. اما استفاده‌ای که خیلی میتونه داشته باشه توی کاورها و بنرها و پوسترهایی که شما طراحی میکنید و واقعا نورپردازیش توی فتوشاپ احتمال زیاد اعصابتون خراب میکنه، با این موضوع میشه به راحتی این کارو هندلش کرد. ببینید، سه تا اینجا واسه من تصویر گذاشته که با مثلا فرضاً اگه من اینو بازش بکنم بیام اینجا، خب اول رو توضیح بدم. یه عکس وارد میکنیم، خودش کات اوت میکنه اینجا از طریق این متینگ و بعد یه دونه بک‌گراند لود میکنیم، بعد اینا رو با هم دیگه با این نور مچ میکنه و اینجا در نهایت کامپوزیت و ترکیب میکنه. خب مورد بعدی که میشه این دومی که من باز کردم اینجا هست، همونی که توی ویدیو بهتون نشون دادم. اینجا خب ما عکسمون رو وارد میکنیم، یه پرامپت میزنیم و جهت نور و خود رنگ نور رو اینا رو تعیین میکنیم و در نهایت به این شکل و زیبایی تعیین میکنه کار ما رو. همونطور که میبینید یه مقدار خود تصویرم دستخوش تغییر شده، پیرنش رو نگاه بکنید. چون چرا؟ اینجا دینویزینگ عدد بالا انتخاب میشه. حالا به فرض مثال اینجا سومی چیه؟ سومی رو هم خودتون اینجا بیاید بررسی بکنید. اما میخوام بهتون بگم که چجوری اینا رو وارد این ورک فلو ها رو وارد خود کانفیگ آی بکنید. مثلا من میخوام اینو وارد بکنم، کلیک راست و سیوش میکنم، وارد کانفیگ آی میشم که توی جلسه یک کانفیگ آی من بهتون یاد دادم چجوری باید نصبش بکنید. این ورک فلو رو میگیرم میندازم اینجا. اگر شما برای اولین باری که این کارو انجام میدید احتمالاً بهتون خطای میسینگ نوت بده. من همه اینا رو توی جلسه یک کانفیگ آی بهتون آموزش دادم. میان از اینجا منیجر رو انتخاب میکنین و اینستال میسینگ کاستوم نود رو میزنین. خب اگر با من پیش اومده باشید که خب قطعا اینا رو بلدید و در نهایت اینا واسهتون نصب میشه و شما این وب یو آی تون رو ریستارت میکنید و میاد بالا و در نهایت شما اینجا رو توجه داشته باشید نیازمند مدل های آی سی لایت هستید. خب که من دو تا رو دانلود کردم، کلا سه تاست که حالا من از این سومی فعلا استفاده نکردم و خب بچه ها میتونن توی تحقیقاتشون توی گروه اینا رو اعلام بکنن که یعنی کارهاشون رو میتونیم ببینیم و واقعا لذت ببریم. کارهایی که الان استفاده خواهیم کرد از کارهای همین شما هست که من از گروه تلگرام همین دوره برداشت کردم. و بیایم اینجا توی کانفی یو آی، حالا گفتیم که ما این مدل های آی سی لایت رو باید نصبش بکنیم، چیکار میکنیم؟ میریم سراغ منیجر، اینستال مودلز و اینجا آی سی خط تیره، حتما خط تیره رو بزنید که همشون لود بشه، چون اگه نذارین احتمال زیاد ببینید. پس خیلی مهمه که توی سرچ اینا رو بذارید و اینا رو اینستال بکنید، این دوتای اول رو. حالا من افکن رو من استفاده نکردم که میشه همین ورکفلوی سومی و میتونید بعد از اینکه نصب کردید فقط رفرش بکنید تا این مدل هاتون رو اینجا واسهتون بخونه به همین سادگی. حالا ما میخواییم که اینجا عکس انتخاب بکنیم، یعنی عکسی رو وارد بکنیم که کانفی یو آی اون نورپردازیشو واسه ما تغییر بده. من اینجا عکسی رو انتخاب کردم که از بخش نمونه کار توی تاپیک نمونه کار گروه تلگرام این دوره رایگانه و اول لذت ببریم از عکسی که دوستان ساختن، فوق العاده است و واقعا فوق العاده است. حالا این نوشته داره قطعا توی دینویزینگ اینا به هم میخورن، ولی خب با هم دیگه میتونیم ببینیم و لذت ببریم از این موضوع. ببینید، من اینو واردش میکنم، سافت لایت، بعد سینماتیک لایت. ببینید من به جای سافت لایت مینویسم نئون
مثلا یه رنگ رد، ببین حالت جنگی داره، مثلا اون یکی هم همینطوری بود، سای فای رو می‌نویسم و سای فای لایت. همین به نظر من اوکیه این پرامپت. حالا می‌تونید پرامپت قوی‌تری شما بزنین و حالا بیایم اینجا ببینید دوستان، اینجا اندازه عکستون اگه بزرگتر بود میتونید کوچیک‌ترش بکنید. باز این موس من داره خطا میده، من یه رفرش میکنم دیگه زوم نکنم. خب ببین اینجا اندازه‌شو میتونید تغییر بدید، مثلا اگه 1000 در 1000 به 500 در 500 یه تست بگیرید و بعد نهاییش بکنید. بعد در نهایت پرامپتمون رو ما زدیم. اینجا مدل وقتی بک‌گراند انتخاب نمی‌کنیم همون اف سی رو انتخاب می‌کنیم اینجا که انتخاب ها هست و میایم این پایین و حالا میتونیم اینجا اندازه نورمون رو انتخاب بکنیم که اینجا پریویوشو خواهیم دید. ببینید دوستان اینجا اندازه 512 در 512 خب و اینجا رنگ نارنجی انتخاب شده. شما میتونید از جهتی که نور میزنه رو انتخاب بکنید. من میخوام یک جهت خاصی انتخاب بکنم که واقعا متوجه بشید که توی فتوشاپ خیلی به سختی میشد اینو ساخت و الان با ترکیب استیبل دیفیوژن و فتوشاپ این تدریسه کاربردی که ما توی این دوره داشتیم میتونید خیلی راحت کارهای جالبی رو انجام بدید. مثلا بذار من یه لحظه عکس اصلی رو ببینم، ببین مثلا از اینجا میخوام نور بزنه. اوکی و در نهایت ببین اینجا میتونی اسم نور رو بنویسیم، اورنج و بلو و رد و اینا رو همه رو میشناسه. یعنی اینکه میتونی یه کالر پیکر توی گوگل بزنی یا توی فتوشاپ هم که داری، از اینجا هیوش رو انتخاب بکنی. فرزن گفتم چی؟ رنگ بلو گفتم دیگه. آره خب مثلا این رنگ بلو. خب از اینجا هگزش رو دانلود بکنی و بیا اینجا این کد 6 رقمیش رو قرار بدی. استارت کالرش یعنی اینجا رنگ آبی باشه این کد و در نهایت به سمت مشکی بره. خب به نظر من همین ها اوکی هستن و در نهایت ما کیو پرامپت رو کلیک میکنیم، نور رو واسمون میسازه و در نهایت حالا تلاش میکنه که این تصویرمون رو، حالا بریم سراغ کی سامپلر. حالا کی سامپلر 25 استپ معمولا کافیه، شما میتونید استپ های بالاتر بگیرید وقتی کیفیت بالاتر میخوای و خروجی بهتر میخوای. ببین تو رو خدا چی کار کرد، یعنی فوق العاده است این اتفاقی که الان اینجا واسه ما رقم زد. ببین ما به سختی از یه همچین عکس روشنی میتونیم به همچین عکس جذابی برسیم و واقعا جذاب شد و خیلی دوست داشتنی. خب اینم از این که میتونیم حالا اینو داشته باشیمش و استفاده بکنیم. ببین من یه عکس دیگه هم وارد بکنم از عکسایی که باز شما دوستان ساختید. بچه حالا دیگه من اسمتونو اینجا نیاوردم دیگه، ببخشید. خب اندازه شما میخوام تغییر بدم. خب 512 عرض خوبه، ارتفاع 720 بشه مثلا. بعد خب ببین مسئله‌ای که ما اینجا داشتیم توی عکس قبلی که خیلی هم خوب نتونست، یه سری رد می‌بینید اینجا خب، ولی چون CFG عدد پایینی بود خیلی بهش توجه نکرده و خواسته که با رنگ آبی اونو بپوشه، چون اینجا من آبی گفتم ولی خب تو پرامپت من اشتباه رد زده بودم. اب نداره، حالا تو این عکس جبرانش می‌کنیم، چیز خاصی نیست. حالا مثلا یه رنگ رد خاصی مثلا همین، از اینجا من کپیش می‌کنم میرم توی کانفیگ یو آی ام و اینجا قرارش میدم و اوکی رو کلیک می‌کنم. خب این بار جهت نور رو میخوام از همون جهتی که نور میزنه باشه، یعنی میخوام تغییر نورپردازی رو کامل احساس بکنید و در نهایت کیو پرامپت رو کلیک میکنیم. ببین چه نوری ساخت واسه من و حالا بریم ببینیم که با عبور از دیکود چه اتفاقی واسهش میفته. ببینید توی دینویزهای عدد پایین مثل یه دهم دو دهم عملا نتیجه شما نمیگه، انگار اومده یه عکسی رو انداخته، یه اوورلی رو انداخته، فقط سافت لایتش کرده، مثلا مولتیپلایش کرده. ببین چه اتفاقی افتاد و همونطور که میبینید از اون نور ما به این نور رسیدیم و واقعا اگه میخواستیم این کار خودمون به صورت دستی انجام بدیم عملا احتمال زیاد 90% بچه ها ناامید میشدن و اون 10% هم اگه بخواین همچین کاری انجام بدن یه دو سه تومنی از آدم درخواست میکنن. و ببینید که چقدر خوب شده و چقدر عالی، ابر و سر جاشه و فلان و فلان. بعد ببینید اینجا ما حالت اینترپولیشن های مختلف داریم، مثلا پولار رو داریم که به این شکل شما میتونید حالت های مختلفی از این نورتون رو اجراش بکنید. حالا من میزنم و میبینید حالا اینجا نتیجه شو قطعا بهتر حس میکنید و ببین فوق‌العاده شد. یا مثلا حالت استپ بیفور هم جذابه. ببین
اینجا و کیو پرامپت رو میزنم و میبینید که حالا نورپردازی رو قسمت های پایینم تاثیر گذاشته. اینجا رو هم میتونیم خیلی خوب استفاده بکنیم. دوستانی که حالا میخوان رو عکسای خودشون استفاده بکنن، قطعا اینو میدونن که با این دینویزینگی که اینجا هست خب خیلی نسبت به عکس اصلیشون تفاوت ایجاد میشه. منتها وقتی همچین عکس دارکی بگیری، خب میتونی ببری توی فتوشاپ کاملا نورهاشو جدا بکنی. وقتی شما چنل ها رو بلدی، لومیناسیتی ماسک بلدی، چنل ماسک بلدی توی فتوشاپ، و بعد میتونی اون روی عکس خودت اجراش بکنی، یعنی ترکیب و کامپوزیتشو انجام بدی و خب این خیلی میتونه خوب باشه. خب من حالت بیسیس رو استفاده میکنم اینجا با زدن نیو اسپلاین. حالا حالت رندومی رو به ما میده و دوباره با هم دیگه یه تست بگیریم اینو و ببینیم که چقدر حالا کارت قرار جذاب‌تر بشه. بچه پرامت خیلی به خصوصی ما اینجا نزدیم، حتما حواستون به این موضوع باشه. اگر پرامت بهتر بزنید، در مورد نور ما مقالاتی رو توی سایتمون داریم که اگر رعایت بکنید خیلی میتونید نتیجه جذاب‌تری رو بگیرید. واقعا فوق‌العاده است و واقعا لذت بخش دیدن همچین تصویرهایی. بچه بیاییم ما با هم دیگه حالا انتهای کار رو هم یه رنگ دیگه قرار بدیم. بذار من اینو اوپن ایمیجش بکنم بالا بمونه. کجا؟ توی کالر پیکر مثلا از این رنگای، ای بابا من چرا اونجا رو زدم، روی عکس کلیک کردم. اوکی. مثلا از این رنگای بنفش مانند. خب من میرم توی کانفیو آی، اند کالر رو هم از این رنگ انتخاب میکنم و ببین به این حالت و کیو پرامپت اجرا میکنیم. حالا بریم ببینیم که چه اتفاقی روی عکسمون قرار بیفته. بچه این قسمت مولتیپلایر که توی آی سی لایت کاندیشنینگ هست، خب من با توجه به تستایی که کردم تو عددهای پایین نتایج خوبی رو گرفتم و حالا من افزایش میدم. مثلا فرضاً یه دونه 180 خورده هزارم رو با این 700 هزارم یه تست بگیریم با هم دیگه. این کدوم بود؟ 180 هزارم بود، یعنی زیر 200. خواهید دید که خب نتیجه به خصوصی نخواهد داشت احتمال زیاد. خب همچنین که میبینید یه همچین اتفاق توی لبه ها میفته که اصلا قابل قبول نیستش. من اون 180 و توی دینویزینگ پایین هم ببینید، من دینویزینگ مثلا 0.3 اینا تست میکنم. مثلا میخواستم رو عکس خودم تست بگیرم و بریم با هم دیگه توی دینویزینگ پایین هم ببینیم که چه اتفاقی میفته. و میبینید که توی دینویزینگ پایین انگار یه عکس رو گذاشتی، اصلا مودش هم عوض نکردی و خب این عملا به درد ما نمیخوره. خب بچه ما اومدیم و این ورک فلو رو با هم دیگه بررسی کردیم. ورک فلوهای بعدی وجود داره. این ورک فلو توسط خودتون حتما به عنوان تمرین باید بررسی بشه. ورک فلو بعدی که نیازمند بررسی شدن این ورک فلو هست و ورک فلو درجه بالاتر اینه که شما حالت انیمیشن رو هم حتما بررسی بکنید. اینجا یه سری اطلاعات وجود داره که دوست دارم حتما مطالعهش بکنید و همین دیگه. اینا تمرین های شما هست و امیدوارم که کارهاتون رو توی گروه تلگرامی این دوره ببینم. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. برای گرفتن نتایج بهتر حتما آموزش کانفیگیو آی جلسه اول و جلسه مربوط به لورا رو تماشا بکنید که بسیار واسه تون کاربردی خواهد بود.